آقا میسم حسینی عزیز از کانال میسم سی ای یا میسم کا سلام وقت خیر خیلی خیلی خوشحالم که دعوت منو پذیرفتید خیلی مخلصم دکتر جان ارادت داریم حال شما چطوره ممنون, از این, ممنون, این ممنون, بشید. ممنون از این که ممنون از این من دعوت کردی خیلی وقت بود که دنبال یه فرصتی بودیم که بشینیم با هم گپ بزنیم مخصوصا در مورد یه سری بحث مشترک مثل زبان خب ببین یه سری سوالها هست آقا میستم که مخاطبای کانال من خیلی دوست دارن بدونن جوابشو از زبان یک زبان آموز موفق که به نظرم شما همهی اون باکس که برای یه زبان آموز موفق هست رو خلاصه تیک میزنی چون من میدونم که آزمون‌های های مختلف رو شرکت کردی بعضی رو حتی چند بار شرکت کردی و همیشه هم نمره خیلی خیلی عالی گرفتی اکه. حالا بذار با یه مقدمه شروع بکنیم، یکم کم خودتون معرفی بکنم برای بچه کانال من که ممکنه شما رو نشناسن، معرفی از خودتون داشته باشید، بعد میریم سراغ سوالات زبانی. اراده داریم چشم، من میسم حسینی هستم، 33 سالم از اتاوا پایتخت کشور کانادا، چهار سال پیش در اومدم کانادا، اقامت دایم همون گرفتم، و بعد اومدم اینجا گفتم چی کار بکنم وقتی وارد کانادا میشم گفتم درس بخونم ارشد دوم ارشد اولم دانشگاه امیکای بود ارشد دوم اومدم اینجا اون مهندسی مالی بودش تو همین کبیر اینجا اومدم فایننس خوندم تو دانشگاه اوتاوا که حالا خیلی خوش شانس بودم تونستم کلی فاند و اینام بگیرم که حالا بحث هزینه و اینا رو پوشش بده توی بحث ایرانم کلا توی سازمان بورس کار می‌کردم قبل از اینکه به بیام کانادا 4 5 سال اونجا کار کردم و اینکه توی این پروسه ای که داشتم برای مهاجرت آماده می شدم شدم تمام امتحانات زبان از جمله تافل آیلتس جنرال آیلتس آکادمیک و جیاریو رو بدم آیلتس جنرال مثلا کاغذی بدم یکی شو کامپیوتری بدم همه این بحثا بودش خلاصه که حالا واردش میشیم اینجا هم که الان خوب. توی یکی از بانک های بزرگ کانادا به عنوان تحلیلگر به قولی سبد سهام کار میکنم به به خیلی هم عالی پس هم از نظر زبان موفق هستی هم از خلاصه همه نظر آدم بسیار موفقی هستی و خیلی عالی خب آقا اولین سوال که مطمئنم بچه های کانال من دوست دارم بدونن اینه که شما کلاس رفتی برای زبان قبل از اینکه وارد نمرات زبانتون بشیم کلاس رفتی یا نه یعنی از صفر صفر چجوری شروع کردی و کی شروع کردی ببین خدمت شما من اینو همیشه به بچه میگم که به نظرم کسی که سفر سفره مثل خود من که سفر سفر صف بودم من اتفاقی که افتاد راهنمایی بودم بهم گفتن یعنی اومدم برای ما کلاس اختیاری زبان گذاشتن اول راهنمایی کلاس زبان نداشتیم بعد این معلمه مم. که اومد خب اومد گفت ببینیم اصلا شما چقدر زبان بلدید گفت هر بیاد رو تخته اسمشو بنویسه من اصلا نمیتونستم اسممو به انگلیسی بنویسم اول راهنمایی الان فکر می‌کنم که اول راهنمایی کلی زبان یاد می‌گیره بعد دیگه همینشون من رفتم خونه گفتم و خواهر برادری بزرگم گفتن و اینه حتما کلاس زبان بنویسیدیم آینده به دردش میخوره اونجا شروع کردم کلاس زبان رفتن به عنوان کسی که حالا سنش پایین بود ولی بعدش که یه مقدار زبانم را افتاد خودم علاقه داشتم یه مقدار زبانم را افتاد دیگه پدرم گفت بس دیگه چقدر پول خرج کنم کلاس زبان بری خودت بخون بعد هم مم. یه معلم زمانی داشتیم گفتش گفت ببین تو مثلا از چیز بچه های مدار جلوتری میخوای بفرستم دو ترم بالاتر و من, من گفتم آره بفرست بعد فرستاد دو ترم بالاتر و دیگه یه جوری شد که یکی معلمان گفت به نظرم برو خودت بخون یعنی من شاید بهتون میگم در مجموع همه رو بذاری رو هم یک سال و نیم تو اون بچگیم کلاس زبان رفتم بعدش دیگه تقریبا کلاس زبان نرفتم و دیگه خودم خیلی علاقه داشتم بازی، فیلم، مثلا اینترنت، مثلا بازی و فیلم من خیلی هم هنوزم که هنوز بزرگترین تفریح من تو خونه فیلم دیدن بازی نویس انگلیسیه. و میخوام بگم که عمدش رو تقریبا میتونستم میتونم بگم کلاس زبان نرفتم یا اگرم کلاس زبان میرفتم بیشتر به شخصی میخوندم. یعنی میخوندم که چون میدونی حالت تفریح نه اینکه بشینم هی کتاب واسه بخونم. خیلی عالی. تقریبا این همون چیزیه که من همیشه به بچه های کانال میگم میگم که آقا اگه از صفر هستید تو پیج اینستاگرام میگم میگم از صفر هستی حتما باید یه معلم داشته باشی نمیشه مثلا از صفر صفر میشه نه اینکه بگیم نمیشه ولی خب خیلی راه درستی نیست چون آدم سردرگم میشه ولی خب بعدش مثلا چه میدونم 6 ماه هفت ماه یه سال که کلاس رفتی بعدش خیلی راحت خودت میتونی با منابعی که مخصوصا الان هست حالا چند سال پیش باز این همه منابع قابل دسترس و در واقع منابعی که به راحتی بشه بهشون دسترسی داشت نبود ولی الان دیگه انواع پادکست فیلم مختلف هست دقیقاً چت آره <applause> <applause> خب آقا چون میدونم خیلی از مخاطبای من دنبال آزمون آیلس هستن متقاضی آزمون آیلس هستن از آزمون آیلس شروع میکنیم و بعد میریم سراغ آزمان های دیگه که شما ماشالله همه امتحان رو دادید دیگه میریم سراغ بقیه مجموعه. خب اول من بگید که آیلس چند بار امتحان, با... امتحان دادید و چند شدید هر دفعه هر سری ارادت خب ببین من اول آیلس جنرال دادم دونه دونه میگم هر کنون برای چی دادم من اول اول که اصلا تافل دادم تافل دادم شکل... به قولی محسس ای, تی ای و اونو خیلی نیازی نداشتم فقط برای این بود که یه جا میخواستم برم استخدام شم میخواستم یه بگراندی داشته باشم یه روزنامه انگلیسی بود میخواستم بهشون بگم که آقا من نمره رو دارم اونو سد شدم تو ایران دادی؟ توی ایران بله ETS ای توی سمت بلوار کشورز یه جایی بودش اونجا که صد شدم خیلی خوب نشدم مثلا خودم خیلی راضی نبودم میخواد اینکه خیلی خول شدم و فلان و اینا استرس زای کلا صد کولند... بچا میونه کلم صد بچا از 120 منظورشونه و صد نمره خیلی خوبی هم اتفاقا حالا دیگه شکست نفسی میکنن نه. خودشون راضی نبودن نه زنده باشی محیط اونجا خورده است کلا تافل و از من یه ذره م... سیستم امتحانش یه مقدار در حد اقل برای من استرس زای اینکه دفعه میکروفون مم. حالا توضیح می. بعدش بحث مهاجرت هم که شد دیدم کانادا مثلا یه شرایط داره اگر اون شرایط رو داشته باشی که من ترمان همه رو داشتم خدا رو شوی گذارم ای من همه این رو دارم مثلا فوقولیسانس، سن زیر سی سال، مدرک تحصیلی ارشد فقط یه امتحان زبان خیلی خوب میخواد که حالا مثلا آیلس میشد یه امتحان دیگه دارن خود کانادا سل پیپ که آیلس آیلس جنرال بود بعد باید یه نمره خاصی باید می آوردم یعنی حتما باید لیسنینگ رو هشت می آوردم اون یکی ها رو حتما باید هفت می آوردم حداقل. بعد که مثلا میدی رایتینگ هفت توی آیلس یه مقدار برای ماها چالشه که من اون موقع بررسی کردم زمانی بودش که دلار خیلی نوسان داشت داشت از نمیدونم 4000 تومن میرفت سمت 10000 تومن و بعد توی ایران هم آیلس کامپیوتری نبود تصمیم گرفتم برم ترکیه اونجا آیلس کامپیوتری بدم به خاطر اینکه من تایپم خیلی سریه دست خطم بسیار کنده و بد خط یعنی خودم بنویسم خودم نمیتونم بخونم چه برسه فارسی نها. چه انگلیسی چه فارسی بخواد همین تا شدیم که انگلیسی اومده کامپیوتری اومده و توی ترکیه برگزار میشه گفتم خب اشکال نداره بعد جالبه که تو ترکیه ارزان‌تر برام در اومد چون تو ایران گرونش مم. کرده بودن ترکیه هم ارزش داشت میرفت پایین ولی هنوز آزمون اونجا گرون نکرده بودن و خدای من حساب که, که هم یه سفر برم هم میتونم آزمون کامپیوتری بدم همین که تقریبا برام همون قیمت یه ذره هم تازه ارزون تر در میاد به تصمیم گرفتم یه چرخی هم میزنی یه ترکیه. چرخی هم میزنه آره <تصفح> ترکیه بعد یه چیزی هم هستش یه باوری هم هستش که حالا ترکیه بهتر نمره میدن خیلی به این نتیجه نرسیدم ولی خب خیلی آزمون بر من راحت بود محیطش <تصفح> اون استادی که با هم اسپیکینگ صحبت میکرد در خیلی راضی بودم ولی خب از یه طرف این داستانم داره که آیلتس دادن توی کشور دیگه به حال استرس قربت و شما و بریم مثلا توی هتل و اینا هم داره مثل مثلا مثلا شهر خودتونی صبح پاشی قشنگ راحت بری سر آزمون از تو خودت میخوای آزمون آکادمی کم بگم بعدش که من آزمون جنرال رو دادم بحث اقامتم اوکی شد بعد گفتم میخواستم برای ارشد اقدام بکنم تو کانادا دانشگاهی که دانشگاهی که اپلای میکردم میگفتن ما آزمون آیلتس جنرال رو نمیتونیم قبول کنیم حتما باید آها. یه آزمون آکادمیک مثل آیلتس آکادمیک یا اینکه تافل ارائه بدی یا حالا یه سری آزمون های دیگه که من اون موقع گفتم که اوکی حالا پرونده منو بگیرید من سری میرم یه آزمون میدم که رفتم سری آزمون تافل آزمون آیلتس آکادمیک این دفعه دیگه این دفعه تو تهران برگزارش آه. توی عصر دین و دانش دادم جفتشو هم جنرال هم آکادمیک رو هش شدم تقریبا مثلا رایتینگ و هلوش هفت شدم جفتشو لیسنینگم رو و یادم یکیشو نه شدم یکیشو هشت هشت نیم شدم بعد دیگه ریدینگ و اسپیکینگ هم جفتشو 85 نیم شدم تر من باریکلا چقدر عالی حالا قبل از اینکه من درباره اینکه چی کار کردی که تونستی نمره رو, نمر رو بگیری یه توضیح داخل پرانتز بگم چون به مهاجرت اشاره کردی بچه ها، میسم جان یه پیج توی اینستاگرام داره و توی یوتیوب هم که احتمالا خیلیاتون میشناسیدش و اطلاعات خیلی خیلی حالا من اینو صادقانه دارم میگم نیازی به تبلیغ و یا معرفی منم نداره اطلاعات خیلی مفید و دقیق ارائه میکنه برای مهاجرت حالا بچههایی که میخوان مهاجرت تحصیلی بکنن یا کاری و یه وبینار هم داره که در واقع این اطلاعات شما اگه بخواید از چه میدونم آژانس های مسافرتی آژانس های مهاجرتی موجود. اشتباه گفتم بگیرید شاید اگه درست باشه اگه درست هم باشه کلی باید هزینه بکنید ولی خب این اطلاعات رو میسم جان ارائه میکنه هم توی پیجش تو کانالش و در قالب وبیناری که داره اینم داخل پرانتز گفتم بگم که اگه کسی دوست داشت حتما مراجعه بکنه حالا بریم سراغ اون سوال مهم که میدونم تو ذهن خیلی از مخاطبا احتمالا هست چون شما نمرات خیلی خوبی گرفتید هم تو اکادمیک هم تو جنرال چی کار کردی در واقع کلاس رفتی برای آی آیلس یا نه آی آیلس هم همینجوری خودت نشستی تمرین کردی به صورت مستقل اینجا خیلی بحث مهم میشه دکتر جان ببین من خیلی خیلی بچا تاکید میکنم بچا مثلا میگن آقا من میخوام یه سال دو سال سه سال دیگه مهاجرت فرزند تحصیلی بکنم مهاجرت هرچی نیاز دارم یه آزمونی بدم و شروع میکنن مثلا میرن به صورت جنرال زبان خوندن میرن یه کلاس جنرال می نویستن. میرن یه کتاب مثلا جنرال و این یوز برمیدارن می خونن. این من خیلی باید چه تقییم کنم اگر شما یه بازه ای دارید مثلا یک سال دو سال خیلی بازه بلند نیست یه وقتی اسم میگی آقا من چهار سال وقت دارم اوکی شروع کن جنرالتو رو تقویت کن ولی اگر زمانت محدوده شما اصلا نباید زبان جنرال تو قوی کنی باید تمرکزت رو بذاری روی اون امتحان چرا؟ به دو تا دلیل یک اینکه اینا یه امتحانن و هر امتحانی یه سری قلقا داره حالا میخواد امتحان زبان باشه کنکور باشه دلوقتي. هر امتحانی یه قلقایی داره یه سری نمونه سوال داره و دو اینکه هر امتحانی یه سری منابع خاص خودش رو داره یعنی آزمون آیلز نمیاد از هر جای دنیا برای شما بریزه توی اون آزمون یه سری منابع خاص داره پس به خاطر اینکه منابع منابع خاصی است و به خاطر اینکه اون امتحان قلق خاصی داره شما باید تمرکزتون رو بذارید یک منابع امتحان رو بخونید و دو چیزی مم. که بچه ها خیلی ازش غافل میشن اینکه آقا خودت برای امتحانا آماده کن یعنی شما مم. هر چقدرم منابع رو بخونی زبان تو خوب کنی باید دقیقا تو امتحان بدونی که چه انتظاری داری اول چی رو قرار جواب بدی چه مدل سوال میاد بعدش چی خواهد بود چقدر هر کدوم تایم داری چقدر استراحت بینش داری یعنی آمادگی برای خود اون آزمونا من همیشه به بچه‌ها میگم میگم هر آزمون آهلسی که میخواید تو هر جایی بدید ببینید ماک هم قبلش میتونید بدید یا نه برید همون جایی که قرار آزمون اصلی رو بدید یک بار دو بار آزمون آزمایشی بدید آقا بدون دستشویش <تصفح> کجاست بدون مدل میزاش چجوریه <تصفح> یارو که میخواد بالا سرت وایس مراقب کجا وای میسه اسپیکرای سالن کجاست اینا خیلی مهمه اینا همه از استرس شما کم میکنه به آمادگی شما اضافه میکنه من وقتی که رفتم توی اصر دانش بشینم برای امتحان اولا آدم ها رو دیگه میشناختم میدونید دوبار رفته بودم م. اونجا میزار رو میشناختم یه جوری میدونی آدم دیگه اون حس قربت و حس استرس و ایناش کم میشه دستشوی شده دقیقا میدونستم کجاست میدونستم الان مثلا شما تمرین میکنی میگی آقا لیسنینگ تموم شد دیگه تموم شد من دیگه بهش فکر نمیکنم دفعه اول ممکنه نتونی این تمرکز رو انجام بدی ولی یه بار دو بار وقتی تمرین کنی آزمایشی بدی خودت آماده کرده باشی برای امتحان دیگه لیسنینگ که تموم میشه شما مثل یه آدم حرفه‌ای با خود تمرین کردی میذاریش کنار خب الان قسمت بعدی اون هرچی شد شد پس اینو میخواستم بگم که بچه ها اکثرا اشتباهی که میکنن آقا من کتاب گرامر نیوز رو گرفتم یه سال دیگه آزمون دارم بابا شما باید بریم ببینید برای اون آزمون چه گرامر هایی بیشتر مورد تاکیده برای اون آزمون چه لغت ها چه اصطلاحاتی چه منابع چه تاپیک هایی خیلی وقتا هست شما زبانت خوبه ولی یه تاپیکی رو بلد نیستی درباره صحبت کنی مثلا الان به شما میگن آقا در مورد موجودات زیر دریا صحبت کن خب میگی من نمیدونم اصلا ترمینولوژی فارسیش هم... هم نمی دقیقاً فارسیش هم نمیتونی صحبت دقیقا دقیقاً می‌خوام ترمینولوژی فارسیش هم نمیدونم پس مهم اینه که من برم ببینم آقا تاپیک هایی که تو آیس میاد سی تا چل تا تاپیک ترمینولوژی اصطلاحاتی که توش هست یکم هم مثلا ذهنیت داشته باشم میدونید الان یه سری باشم... ایده دیگه درست یه ایده هم داشته باش بتونی در حرف بزنی بتونی حرف بزنی بتونی بنویسی و اگر دیدی بتونی بخونی بفهمی در مورد چی صحبت میکنه مثلا در مورد قهوه اگر داشت صحبت میکرد دیگه مثلا اینو نوشته بود عربیکا نگه عربیکا چیه من کلمه عربیکا طبعی. مثلا عربیکا کلمه خاصی نیست یه مطلق قهوه است مثلا میدونی اینا همه بر اساس تجربه و تمرکز روی اون امتحانه واسه خیلی از, 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 از اون لود در واقع بار ذهنی که رو فرد قرار میگیره همه اینا کم میکنه دیگه باعث میشه دقیقاً. شما به اصطلاح بهش میگن تست وایز تست وایز میشه یعنی با همه جوانه به تست دیگه آشنا هستی یا اونجا فقط میری در واقع اون چیزی که در چند داری رو میکنی بدون استرس و فشارهایی که خیلی مرتبط با دانش زبانت نیست دقیقا و یادمون نره اینا آزمونه هر آزمونی قلق داره من بچه یاد دیدم که زبانشون از من ضعیفتر بوده نمره آیسشون از من بهتر شده چرا؟ چون آزمون رو خیلی خوب هم. پسش برمانه دقیقا دقیقا یه سری مصاحبه من انجام داده بودم که تو اینستاگرام و تو کانال یوتیوب هم گذاشتم با نیتیو سپیکرها در واقع بچه های بریتیش میرفتم ساله آیلس ها ازشون میپرسیدم قشنگ هنگ میکردن مثلا میگفتم در هنر حرف بزن مثلا میگفت هنر نمیدونم چی بگم مثلا سوالات متداول آیلس بود ولی خب دقیقا همین که میگی اون آمادگی و اینکه بدونی چه چیزی در واقع قرار پرسیده بشه چه موضوعاتی پوشش داده میشه تو امتحان خیلی مهمه عالی خیلی هم خوب خب حالا بریم سراغ درباره آیلز صحبت کردید چیزی نمون درباره آیلز بخوای بگی پندی نصیحتی میگم <صح> بیشترین چیزی که <سح> با آزمون، در واقع یک زبان آموز موفق میگم بیشترین چیزی که با آزمون آشنا بشن و اینکه <صحیح> مثلا میگم توی رایتینگ بچه‌ها میگن آقا بچه چرا من رایتینگ نمره نمیارم چون اونجوری که ازتون میخوان نمی نویسید نمی اونجوری که اصلا چیز پیچیده من خیلی وقتا رایتینگ مثلا بچه ها رایتینگش رو میبینم اصلا لازم نیست انقدر کلمات قلم به و پیچیده ام. به کاربری طرف از تو توقع داره که درست بنویسی درست نوشتن به معنای کلمات قلم به سلم پیچیده آفر. نیست درست نوشتن یعنی اینکه آقا یه دفعه نه یه گرامر پیچیده و کلمه خفن به کار بری بعد یه دفعه یه کلمه خیلی ساده رو اشتباه بنویسی طرف میگه آقا این اصلا نمیخونه با هم میدونی این طرف انگار حفظ کرده یه سری چیزا رو داره میریزه اونجا توی لیسنینگ شما مثلا مدل سوالا رو که بدونی میدونی که طراح سوال الان چی جوری میخواد گولت بزنه الان چی جوری میخواد الان انتظار چی رو باید داشته باشی سوال ازت بپرسه توی ریدینگ بچه ها خیلی دیدم میان متن و کامل میخونن یکی از اشتباهات بزرگ امکان نداره منم نمیتونم شما هم نمیتونید متن و کامل بخونیم و یادمون بمونه مثلا نه. یکی از نکاتی که ریدینگ های داره هر سوال به ترتیب میره جلو یعنی شما پاراگراف اول سوال اول خود سوال به شما میگه خود سوال میگه آقا توی پاراگراف اول منظور نویسنده چیه؟ به شما سوالی که نگاه میکنی میری پاراگراف اول میخونی تا برسی به جواب. جوابی که پیدا کردیم میری سوال بعدی به خودم این خوندن مت من باورتون نمیشه توی آیلز هر تیکری که رد میکردم اصلا یادم نمیاد چی بود فقط میدونستم که جواب دادم بهش میدونی اون لحظه خوندم جواب دادم چون توی فضای امتحانی اون لود مغزی ما هم کم میشه دیگه به خودم این نمیتونی تحبه. همه همه متن و همه چی رو تو ذهنت نگران آیندت باشی اپلای دانشگاهت باشی سکشن بعدی چیه سکشن قبلی رو خراب کردم فقط باید تمرکز کنی روی اون قسمتی که هست و روی اسپیکینگ هم همینطور مم. تمرین کردن خیلی مهمه فقط اینم بگم من آزمون چیز که دادم ما که دادم دیدم توی رایتینگ از یه شیش و نیم، گیر کردم رو شیش و, نیم و نمیرفتم بالا شدیدا توصیه میکنم اگر میبینید یه اسکیلتون نمیره بالا یعنی هی تمرین میکنید هی آزمایشی میدید یه اسکیلتون نمیره بالا برید یه استادی بگیرید مثلا خصوصی چه دو سه جلسه سه جلسه پنج جلسه ببینید مشکل کار کجاست من دقیقا برای رایتینگ هم رفتم یه استاد گرفتم مم. و فکر کنم دو سه جلسه با هم کار کرد به هم گفت گفت ببین تو اینجا رو داری اشتباه چیز میکنی اشتباه میزنی خب همون دقیقا. دو سه جلسه یه که کار کردیم براش فرستادم گفت الان هفت شدی الان این هفت هفت الان, درست. الان درست شد دقیقا الان هم که دیگه حالا جهت اطلاع بچه میگم تو استرالیا فعلا در واقع این را افتاده و به زودی تو بقیه کشور دنیا میاد در واقع بتون اجازه میدن یه دونه از مهارت ها رو مهارت ها رو ری تیک کنید یعنی مثلا فرض کن سه تا مهارت رو خیلی خوب گرفتی یه دفعه مثلا رایتینگت خوب نشده مثلا شده پنجونیم تو یه بازه 60 روزه بتون اجازه میدن که بری این در واقع اون مهارت رو دوباره امتحان بدی یه پولی ازت میگیرن فقط همون مهارت رو میری امتحان میدی و بعد نمرت یه جورایی ترمیم میشه حالا اینو گفتم داخل پرانتز بگم خب این از آیلتس حالا بریم سراغ تافل بعدش هم برای بچه بگم که میخوایم بریم سراغ جیاری جی حالا تافل رو یکم برامون توضیح بده که تجربت چجوری بود همون نمره صدی که گفتی چیکار کردی و چیکار می‌کردی مثلا صد می‌گرفتی توی تافل من فکر کنم بهترین روال اینه که مثلا بیام با آیلتس مقدار مقایسهش کنم تافل خب میدونید تو بحث های آکادمیک خیلی کاربرد داره مخصوصا توی آمریکا و یکی از دلایلی که بچه ها میرن سمت تافل مخصوصا کسایی که میخوان برن رشته های بیزینسی یا بچه هایی که میخوان برن آمریکا به خاطر این هستش که تافل رو شرکت مؤسسه ETS ای ای برگزار میکنه که همون شرکتی هستش که GRE همون مؤسسه هستش که GRE رو برگزار میکنه به خاطر همین شما فرمت حتی فونت و سیستم و کامپیوترها و اون نرم افزار امتحان تافل و جیاری خیلی شبیه همه منطقه دو تا امتحان کاملا مجزا و هدفشون متفاوت ها ولی فرمت ها شبیه همه و شما خیلی احساس آشنایی میکنید <applause> تفاوت اساسی که تافل با آیلتس داره و من خودم خیلی تافل رو دوست ندارم که تافل خیلی دیگه امتحانی و تستیه <تصفيق> <تصفيق> یعنی من به بچه ها بعض ما میگم میگم اگر شما احساس میکنید زبانتون بیس زبانتون خوبه احتمالا از پس آیلتس بهتر برمیایید تا تافل <applause> چون تافل باید بیس امتحان دادنتون خوب باشه به خاطر همین خیلی از بچه‌هایی که مثلا مهندسی هستن و شاید زباناشون خیلی قوی نیست ولی بچه این که سرشون توی کتابه بچه این که تست زنند بچه هایی که سوال خوب حل میکنند خب این بچه ها تافل رو از پسش بهتر برمیان ولی کسایی هستن که درست. مثلا طرف هنریه ولی زبانش مثلا خیلی خوبه خب اونا ما میبینی آیس رو بهتر چون تافل مثلا توی بحث اسپیکینگ شما توی میکروفون صحبت میکنید که من خودم اصلا نمیتونم مثلا یه دفعه سخته بوغو میزنه میگه 45 ثانیه صحبت کن من اصلا نمیتونم من باید بشینم جلوی یکی باید صحبت کنم و یه بگم من بگم میدونی این تراکشنه به من فیدبک گرفتن خیلی راحتم من مثلا توی اسپیکینگ همین که چهرهشو هم... میبینی خودش خیلی آره،, آره،, آره، کمک آره، اسپیکینگ من قشنگ جلوی طرف نشستم قشنگ صحبت میکردم مثلا یه جایی کانتر بک میکردم مثلا یه سوالی پرسید مثلا گفتم این وات سنس این وات اسپکت مثلا <applause> این یه سری سوال به خودش که یه ذره بیشتر توضیح بده وقت بخرم برای خودم <applause> ولی خب تو تافل اینا نیستش و no. از اون طرف خب میگم یه مقدار این بحث عمدشه که فرم کنه از اون طرف رایتینگ های تافل هستش که خیلی خیلی آکادمیک تره به نظر من حالا شاید الان ف... شنیدم که تو چند ماه تافل قرار کلا یه تغییرات اساسی داشته باشه ولی آیلس یه مقدار از این لحاظ ها روونتره ولی تافل یه خوبی که داره همونطور که گفتم خیلی آزمون بیسه و شما تران جا خالی و اینا تو تافل نداری همش تسته توی آیلس شما جا خالی ممکنه بگیری اینو به این وست کنی بگیری میدونی این خورده برای کسایی که زبانشون بیس زبانشون خوب نیست توی آیلس چلنجینگ میشه کسایی که تستنن دلست. تافل براشون خیلی راحت تره. خب این پس از آیلس و تافل ها رو میریم سراغ جیاری و بعدش میخوام یه سری سوال مهاجرتی ازت بپرسم چون تخصصت هست بینارهای مختلف داری و در واقع تمرکز کانال و پیج روی مهاجرت دیگه میتونی خیلی بچه های کانال من رو هم راهنمایی بکنی که یه وقت اشتباهی نرن مثلا برای اهداف مهاجرتی امتحان بدن هزینه بکنن وقت بزنن و بعد ببینن که ایداد بیداد این امتحانی نبود که باید میدادن درباره جیاری و تجربه توی جیاری هم یکم برامون توضیح بده تا بعد بریم سراغ سوالات مهاجرتی و زبان حتما ببینید جیاری همونطوری که گفتم همون محسس ای تی هستش جی آر ای اول از همه بگم اگر نیاز ندارید و ازتون نمیخوان اصلا نباید شرکت بکنید <applause> یه اشتباهی که من میبینم خیلی ها میکنن میگن آقا من اگه مثلا آیلس هم یا تافل هم خوب نشده برم یه جیاری هم بدم میگم مثلا اصلا اینا هیچ ربطی به هم ندارن <applause> یعنی اگر اون رشته و دانشگاهتون ازت جیاری نخواسته بگی جیاری دارم میگن خب به ما چه اصلا من این مامو گفتیم بهت بده خب به حواستون باشه جیاری حتما باید اون رشته و دانشگاهتون ازتون بخواد وگرنه اصلا میری اپلای کنی یعنی اصلا جایی نیست که بخوای نمره جیاریتو آپلود بکنی <applause> و جیاری به چه دردی میخوره تقریبا تمام مقاطع ارشد و دکترا توی آمریکا جی رو میخوان یا جیمت. که حالا جیمت بیشتر برای رشته های بیزینسی و فایننس و اکاونتینگ و مارکتینگ و اینا هستش جیاری بیشتر برای بچه های مهندسی و حالا یه سری رشته دیگه امتحان دیگه هم داریم مثلا امکت داریم صد اینا امتحان دیگه هم هست مثلا بچه های پزشکی و بچه های حقوق و اینا باید بدن خدمت شما هست ولی عمده بچه ها رو میرن سمتش توی کانادا فقط رشته های بیزینسی میخواد اونم هم تازه همه همش نه اکثر رشته بیزینسی و ام میخوان ولی تو آمریکا تقریبا میتونم بگم همه رشته‌ها حداقل یه جی رو میخوان که خیلی بحثش مفصل سوالاش خیلی سوالات پیشتری از فقط امتحان زبان نیستش امتحانی هستش که درک و به قولی درک شما رو از مفاهیم تست میکنه یعنی به شما یه تکسی میدن علاوه بر اینکه اون تکس از دوازه انگلیسی بسیار انگلیسی سنگینی هست تست میکنه که شما ببینید به عنوان یه کسی که میخواد ارشد و دکترا بخونه آیا قابلیت تحلیلی و قابلیت درک مطلب دارید یا نه به خدا مثلا یه سه سوالاش یه مثال خیلی ساده زن مثلا میگه توی این مت تشابه نویسنده نویسنده مثلا این صندلی رو به میز تشابه کرده بود مثل تشابه چی به چیه مثل تشابه مثلا خورشید به ماه فلان میخواد ببینید شما میفهمید نویسنده داره از یه تشبیه استفاده میکنه یا یعنی؟ نه بخواد همین هم سطح زبان خوبی خیلی خوبی میخواد هم سطح درک مطلب که البته این یه قسمتشه یه قسمت کوانتم داره که بحث ریاضی هستش ریاضی دبیرستانه مثلا مسلسات و هندسه و چیزهای ساده است خیلی پیچیده نیست که بچه های مهندسی اصولا توی ریاضیش جالبه من 323 شدم که 324 یا 323 شدم از 340 که عمده نمره رو تو ریاضی هم دست دادم یه سوال دست یا گرفتی؟ آره دست دادم مثلا ریاضی که همه بچه کامل میگیرم من یه سوالی که مثلا 6 نمره بود اصلا اشتباه فهمیدم کلا اشتباه زدم و جلوه وربالش رو خیلی خوب گرفتم ریاضیش رو زدم ریاضی که همه ازش نمره میگیرن ولی خب چون وربالش رو خیلی خوب داده بودم در مجموع نمره خیلی خوب خوب شد 323 نمره خوبیه و طبست. اصولا بهتون یه مینیمم میدم میگن آقا از این مینیمم بالاتر باشی مه. که حالا مینیمم ممکنه 310 15 20 باشه بر اساس اینکه کیفیت اون دانشگاه چقدر بالا مثلا هاروارد فکر کنم 320 میخواد مینیممش ولی هر چی بالاتر برید احتمال پذیرشتون بالاتر میشه و احتمال فاند گرفتنتون شما 323 گرفتید پس 324 323 همچین چی ریکوایرمنت هاروارد هم... یه آره مینیمم مثلا دیگه دانشگاهی نبود که مثلا بگه ما بیشتر از مینیموممون مثلا بیشتر از اینه. درست. اوه خیلی هم خب حالا یه مینیمم پ... اینجوری نبود مثلا من هاروارد اپلای کنم قبول شم مينیموم. آره دیگه حالا یکی از در واقع معیارهاست دیگه. هرچند قطعاً اگرم اپلای می‌کردید چرا که نکی از شما بهتر. ولی یه سوال دیگه اینه که برای جی ای چی کار کردی؟ همین کتاب مثلا ای که تو بازار هست و خوندی یا اینکه نه یه کارهای دیگه ای کردی آه جیاری ببین جیاری امتحانش مثلا مثل امتحان زبان نیست شما مثلا باید زبان تو کم 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 بهبود بدید و بعد برید جیاری یه جورایی چیزه یه به قولی میگن میکی اور چیز سله قشنگی میگفتن مثلا یا میشه یا نمیشه یعنی باید شما به صورت کپسولی دو ماه سه ماه چهار ماه بکوب بخونید و بعد امتحان هم تقریبا همه چی یادتون میره بخاطر دیگه میگم اصلا کلماتی که تو جیاری میبینید هیچ جا نمیبینید مثل کلماتی که مثلا توی حافظ و سعدی و فردوسی ببینید بخاطر این باید سه چهار ماه بکوب تمرکز بذارید که یکی از سوالی که بچه‌ها میگن آقا من مثلا جیاریمو با هم بخونم من میگم هیچ وقت این کارو چون هم. اصلا جفتش به هم میرسه کلمه که تو جیاری یاد میگیرید اصلا نمیتونید تو آیلتس استفاده کنید بعد دفعه تو رایتینگ تو مینی می نویسید بعد مثلا اصلا خیلی عجیب غریبه بخوام ای اول آیلتس رو از شهرش خلاص شید یا تافلتون رو بعد برید سراغ جیاری که هم بحث زبانو گرم شده باشید هم دیگه دو ماه وقت بذارید سه ماه وقت بذارید جیاری به کوب تستاشو بزنید جیاری هم خیلی خیلی قلق داره یعنی خیلی خیلی قلق داره که من قبلا معرفی کردم یه چیزی از سایتی از مگوش که قشنگ میاد دونه دونه ترکیب سوالات هم هست دیگه آره اپلیکیشنش هم از فوق اپلیکیشنش که اصلا جی ار ای شدیدا طراح سوالا فقط میخوان شما رو گول بزنن یعنی فقط امه. ببینن شما به عنوان یه آدمی که فوق لیسانس میخواد بخونه اونقدر به قولی در که مطلب بالا هست که گول نخورید سوال یا نه بخاطر خیلی قلقیه خب میریم سراغ سوال آخر و مهمترین سوال فکر میکنم برای بچههایی که میخوان مهاجرت بکنن آقا من میخوام مهاجرت کنم مثلا من نوعی به کانادا مهاجرت تحصیلی یا کاری از لحاظ زبان چی میخوام برای من بگو بله خدمت شما عرض شود که ببین اگر میخوای تحصیلی اقدام کنید حالا کالج حالا دبیرستان خیلی وقت نمیخواد مدرک زبان ولی کالج دانشگاه فوق لیسانس دکترا هر چی که میخواید اقدام کنید یه سری امتحان ها رو همه جا قبول دارن آیلتس و تافل رو تقریبا تا میتونم با اطمینان بالا بگم همه دانشگاه دنیا قبول دارن بعد میشه امتحانهایی مثل مثلا مثل پی تی ای خیلی جا مثلا استرالیا و اینا قبول دارن پی تی او. بعد الان جدیدن دولینگو اومده دولینگو مم. یه سری جا خیلی قبولش نداشتن الان جدیدن دانشگاه بیشتری دارن دولینگو رو هم قبول میکنن ولی من خودم خیلی باهاش اوکی نیستم دانشگاه مطرح هنوز باهاش اوکی نیستن حواستون باشه اگه مشاوریتون مشاوری بهتون گفت بره برو دولینگو بده چون دولینگو ساده تره و, و بچه ها میخوام مثلا برن سری دولینگو بدن بحث و ببندنش بعد بحث حالا تافل هوم ادیشن رو بعضی ها میپرسن باید ببینید دانشگاهی که دارید اپلای میکنید هوم ادیشن و اینا رو قبول داره یا نه چون هوم ادیشن تقلب و اینا هم خیلی توش شد یه زمانی مم. چون بحث کووید شد و بعد هوم شد خیلی توش تقلب شد این میشه بحث تحصیلی کاری ببینید بحث کاری شما مثلا حالا بحث کاری که میگم یعنی بحث اقامتی بحث اقامتی شما یه سری کشور مثل کانادا کانادا شما تو بحث اقامتیش حتما مدرک زبان میخواید و زبانتون خیلی باید بالا باشه آیس جنرال مثلا قبول میکنن مم. یه امتحان دیگه ای که قبول میکنه امتحان خود کانادا هستش به نام سل پیپ <applause> که همه جا برگزار نمیشه ولی مثلا دبی داره خیلی از ها میرن سل پیپ میدن چون آیلتس میبینن نمیتونن اون نمره خیلی بالا رو بیارن سل پیپ یه مقدار راه دستتر هستش برای استرالیا مثلا شما بحث اقامتیش پی تی ای باز آیلتس رو قبول دارن ولی خیلی از بچه‌ها میرن پی تی پی تی ای دیگه رو ای میدن که خیلی راحت تر میشه نمره آورد باز نسبت به آیلتس یعنی وقتی نگاه میکنید تو بحث اقامتی همیشه آیلتس هست تافل هیچ وقت نیست آیلتس آکادمیک نیست آیلتس جنرال چون بحث اقامتیه کاری به بحث آکادمیک ندارن آیلتس جنرال و حالا کانادا سلپی هم قبول میکنه کانادا جدیدن یه امتحان دیگر هم قبول میکنه همین تی... الان الان حقیقتش یادم ولی استرالیا مثلا پی PTA... ای رو قبول میکنه و حالا هر کشوری مم. ممکنه سر یه سری امتحانات دیگه یه سوال دیگه توی اون وبینارت در واقع اینا رو هم همه رو توضیح دادی کامل دیگه ها آره عالی عالی دو... خیلی هم خوب دمت گرم. تبلیغ نه نه بیرم. تبلیغ نیست واقعا چون میبینم که اطلاعات غلط خیلی میگیرن بچه ها میدونی میرن هزینه میکنن بعد اطلاعات غلط با قیمت های گذاف می گیرن. وقتی خب یه جایی هست اطلاعات دقیق درست دست اولی خودش انجام داده چرا استفاده نشه اتفاقا باید تبلیغش هم کرد چرا تبلیغ نکرد بسیار عالی آقا میسم خیلی ممنون چرا اطلاعات خوب و مفید بریم. ما البته یه ویدیوی دیگه هم الان می‌خوایم بگیریم این دفعه بیایم در مورد انگلیس و کانادا صحبت آره. کنیم گفتیم ویدیو اول در مورد بحث زبان باشه که من خودم خیلی پرحرفی می‌کنم توش دوست دارم ولی الان میخوام یه مقدار انگلیس هم کلا بچه های اروپا و انگلیس و اینا رو هم دوباره صحبت کنیم حالا عالی. اونو میذاریم تو کانال من آره اون اشترد. تو کانال آقا میستم که لینکش هم این زیر هست هم توی توضیحات ویدیو هست هم در واقع این زیر گذاشتم خب خیلی ممنون پس فعلا باید خدافزی میکنم مخلصیم سیونه نکس خدا